مخلصیم. خوبی آقا، مرسی. مثلا یه مقدار متفاوت صحبت کنم از نظرات شما، امکانش هست؟ بفرما صحبت کنید. یه لحظه، اول صدای تلویزیونتون رو ببندید که دو تا صدا اینجا پخش نشه. صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید و صحبت کنید. اجازه دارید صحبت کنید، بفرما. خواستم خدمت شما بگم که بالاخره شما شمشیر از رو بستید برای جمهوری اسلامی. خب کاری نداریم، میذاریمش کنار. چرا کنار میذارید؟ ایرادش چیه؟ ایراد این که ما شمشیر از رو علیه جمهوری اسلامی بستیم، ایرادش چیه؟ ایرادش اینه، خدمت شما عرض کنم که اصلا من در کل نظر شخصی من اینه که کلا انقلاب کردن تو کشورها غلطه. حتی شاید جمهوری اسلامی که به وجود اومد، حتی انقلاب 57 به نظر من اشتباه بود. اونو بذاریم کنار اشتباه. یه لحظه ببین، ما که وقت طولانی نداریم. وقتی جمهوری اسلامی، وقتی در حکومتی که مردم برای اینکه دو ما زندگی کنن یک کلیهشو میفروشن، وقتی دختر 11 ساله رو به ازدواج میدن، وقتی دختر 16 ساله جدا میشه و هیچ تأمین نداره تو اون مملکت و از 17 سالگی تا 28 سالش هست، الان دختری که هفته پیش از اهواز زنگ زد تن فروشی میکنه، اجازه بده بله، کاری که کشور به هم ریخته بشه، سال 57 به هم ریخته شد. عزیز من کشور و جمهوری اسلامی به هم ریخت. جمهوری اسلامی کشور رو به هم ریخت. سال 57، سال انقلاب 57، ما 100 تا برنامه از این تلویزیون پخش کردیم، لطفا برید اونها رو ببینید، نظر ما اونجا هست. جمهوری اسلامی کشور رو به هم ریخت، به سیاهی رسوند، به تباهی رسوند، به فقر رسوند، به تنفروشی رسوند، به کلیه فروشی رسوند. کارگر بیکار مرتضی فرج نیا، کارگری که گفت بابا من 40 سالمه، گوش بده بیکاری هست، مشکلات هست، اینا همه چی هست، اینا رو من تو عبد باشه، همه چی هست. بچه 8 ساله مرتضی، گوش بده عزت جمهوری اسلامی، قدرت جمهوری اسلامی رو باید ببینیم. دیدی طرفدار جمهوری اسلامی هستی؟ دیدی یکی از سرسپردگان جمهوری اسلامی هستی؟ دیدی یک کسی مثل میتونی همین حرفو؟ ما فکر میکنیم نمیشناسیم شما رو؟ شمشیر از روی جمهوری اسلامی بستیم، تانک از رو میبندیم علیه جمهوری اسلامی. بچه 8 ساله مرتضی چجوری زندگی کنه؟ شرم نمیکنید؟ خجالت نمیکشید؟ ننگ بر همه شما، تک تک شما مفتخورهای آدم کش. بچه 8 ساله مرتضی فرج نیا چطور زندگی کنه تو این مملکت؟ پدرش که زنده بود نمیتونست یه لقمه نون براش تامین کنه. الان یه بچه 8 ساله‌ای که پدرش رو کشتید چطور زندگی کنه؟ چی بخوره؟ چطور درمان داشته باشه؟ چطور پوشاک داشته باشه؟ چجوری مدرسه بره؟ خامنه‌ای بخوره؟ 195 میلیارد دلار پول این مملکت و این مردم، پول مرتضی‌ها رو بالا بکشه؟ مرتضوی‌ها بخورن؟ به صد تا نماینده های مجلس اسلامی باج داده میلیون ها دلار، اونا بخورن و بزنن و عشق کنن و تفریح کنن و بچه های مثل بچه های مرتضی فرج نیا گرسنگی بکشند و الان عکس باباشو فقط روی دیوار نگاه بکنه؟ خجالت نمی کشید شما؟